رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. روزتون بخیر، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. زنده باشین. من الان ساکن کالیفرنیا هستم آقای دکتر، ولی خواستم حالا قبل از اینکه سوال اصلی رو مطرح کنم یه مقدار از بچگی و گذشته خودم براتون بگم. من بچه دوم یه خانواده بودم که از در واقع 3 تا بچه بودیم که تا 10 سالگی خب یه زندگی خیلی نرمال و خوبی داشتیم. پدر مادرم واقعا عاشقانه با هم دیگه زندگی میکردن و من هیچ وقت یادم نمیاد که حتی با هم بلند صحبت کرده باشم. یعنی خیلی زندگی امن و خوبی داشتیم در کنار هم دیگه. یه برادر داشتم که 3.5 سال از من بزرگتر بود و یه برادر کوچیکتر داشتم که دارم که 8 سال از من کوچیکتره. بعد متاسفانه وقتی که من 11 سالم بود توی یه تصادف خیلی وحشتناک که هممونم تو ماشین بودیم، من پدرم و برادر بزرگم رو از دست دادم و البته یکی از خاله هام هم که اونم باردار بود، 5-6 ماهش بود، اونم متاسفانه فوت کرد. هممون میگم تو ماشین بودیم و من موندم و مادرم و برادر کوچیکم. و بعد از اون راننده اتومبیل کی بود عزیز؟ شوهر خالم بودن. اوکی. در صورتی که همه ما آسیب دیدیم، ایشون اصلا یه خراش هم به هیچ جاشون وارد نشد. چون مامانم ضربه مغزی شد، برادر کوچیکم ضربه مغزی شد، من نشدم، ولی خب در این حال دست و پا و همه جامون شکسته بود دیگه. یعنی مدت ها هر کدومون بیمارستان بودیم. بعد از اینم که حالا اومدیم خونه که خب مشکلات خودش نبوده، پدر و برادر بزرگ و مامانم که اصلا دیگه به حال خودش نبود. و یعنی میخوام بگم که بعد از اون اتفاق در واقع من مادرم هم از دست دادم از لحاظ روحی، عاطفی، امنیتی، چون مامانم دیگه روزش شده بود فقط گریه و زاری و کم بوده خب نبوده پسرش و شوهرش و خیلی. من اجازه میدید، من اولم بسیار متاسفم از اون شنیدم، ولی چون فقط 15 دقیقه وقت دارم، 14-15 دقیقه، ممنون میشم هر جوری که میخواید. الان شما خودتون چند سالتون عزیز؟ من الان 45 سالم آقای دکتر. یه پسر 6 ساله دارم، 10 ساله الان امریکا هستم، 13 سال پیش ازدواج کردم. فقط یه چیز کوچیکی که میخواستم، البته اینو بعد از اینکه اون سختی ها رو که کشیدی میگم، من در واقع انگار نه پدری بالا سرم بود نه مادری، و در واقع باید خیلی وقتا مادرم هم پرستاری میگم، یعنی مواظبش بودم، خوابش به هم نخوره، استرسش رو همش داروهای قوی میخورد که این همش در حالت آرامش باشه، ولی در این حال خیلی مادر به قول معروف عصبی، وسواسی، مذهبی، کنترلگر زیاد، همه این خصوصیات مامانم داشت. و ناگفته نمونه که خودش توی 12 سالگی مادرش رو از دست داده بود و 8 تا خواهر برادر رو خودش بزرگ کرده بود، با وجود البته پدرش، بعد که پدرشون هم زن گرفت و به هر حال زندگی سختی خودش داشت و 2 تا برادرش رو تو جنگ از دست داد و فکر کنیم با این زمینه خب اومده بود و حالا زندگی. ولی میگم خب خود خوشبختانه زندگی خیلی خوبی با پدرم داشتن و من خاطرات خوشم فقط مال همون 10-11 سالگی، یعنی تا اون موقع بود و متاسفانه بعدش دیگه زندگی نکردیم، همش کمبود و فقدان و ناراحتی بود تو زندگی. تا اینکه من به اصرار مامانم، چون بچه بودم که تقریبا درس رو خیلی دوست نداشتم، ولی بچه هم بودم که روپای خودم بودم، درسمو میخوندم ولی متوسط بودم و در واقع انگار مثلا دوست داشتم بیشتر. بعد از اینکه دیپلمم گرفتم دلم میخواست اون کانون خانواده رو دوباره خودم حفظ کنم، مثلا زندگی مشترک تشکیل بدم، ولی مامانم میگفت نه، حتما باید بری دانشگاه، حتما باید درستو بخونی. خیلی آدم مقایسه‌گری هم بود که با فامیل هی مقایسه میکرد تو بچه نسبت به بقیه فلان بیچاره باید درس بخونی. به هر حال من وارد دانشگاه شدم، رشته هنر خوندم، لیسانسمو گرفتم تو ایران و بلافاصله بعد از کارم هم چون تو دانشگاه شاگرد اول شدم، میگم چون بچه بودم که درس. مقصودتون از هنر چیه؟ چون دوستان وقتی میگن هنر من نمیدونم یعنی. من شاخه طراحی پارچه و چاپ پارچه خوندم، یعنی تکستایل دیزاین اند پرینت. متوجه شدم. بله، خیلی رشته خوبی بود، خودم هم خیلی علاقه داشتم چون اصلا کلا به کارهای هنری علاقه زیادی دارم.
و به هر حال چون شاگرد اولم بودم، بعد از کارم، بعد از درسم بلافاصله کار برام درست شد. ولی خب باز به خاطر رفتاری مامانم که البته هیچ رابطه خوبی هم با هم نداشتیم متاسفانه، همیشه در به قول من جنگ و جدل بودیم با هم، ایشون به اصرار منو وادار کردن که اون کارم رو در واقع بیام بیرون. و چون از پدرم ما یه مغازه بیزینس کوچیک داشتیم، مامانم که خودتون باید دیگه بریم بالا سر کارتون، مثلا تا قبلش ما شاگرد داشتیم، ولی مامانم که حالا که درستو خوندی باید بری اونجا رو بچرخونی. و من 8 سال به اجبار مامانم رفتم اونجا رو چرخوندم بدون هیچ تجربه کاری و بیزینسی. فکر کنید بچه که فقط رفته بود درس و دانشگاه و بعدش هم مثلا به اجبار مامانم رفتم 8 سال اونجا کار کردم که 3 سال آخرش در واقع دیگه ازدواج کردم. بعدم که اومدم اینجا میخوام بگم که اوایل ازدواجمونم خیلی از ازدواجمون راضی نبودم، با اینکه از اولش با عشق شروع کردم زندگیمو، ولی متاسفانه بعد یه سال دیدم که اصلا اون چیزی که من فکر میکردم اون آقا در واقع از آب در نیومد. حالا تصورات من چیزی دیگه بود. از اول من دیدم خب آدمیه که مستقل روپای خودشه، خب خیلی برای من مهم بود و اینکه از لحاظ عاطفی من تأمین میکرد و همینطور هم یه سری اعتقاداتی داشت که به قول معروف خداشناس بود، متعصب اصلا نبود. تو من اصلا از آدم متعصب خوشم نمیاد که بخواد بگه. ما من فکر نمی کنم برسیم به موضوع شما بعد جوری. ایشون چند سالشونه؟ ایشون 1 سال من بزرگ، 46 سالشونه و الانم میگم 10 سال اینجا الان مشغول. من که اینجا فقط 1 سال کار کردم، بعد دیگه باردار شدم نرفتم سر کار. الانم یه پسر 6 ساله دارم. میگم زندگی خودمون که متاسفانه اصلا تو با تو قرار درست حسابی نداره. پسرم هم ماشاءالله پسر خلاق و خوشفکریه، ولی خب 7 ماه و نیمه به دنیا اومد، وزنش 2 کیلو بود وقتی به دنیا اومد. متاسفانه من خیلی اذیت شدم برای بزرگ کردنش، چون دست تنها بودم و در کنارش مامانم که تقریبا 10 ساله که الان آلزایمر دارن، ایشون از زمان بارداری من اومدم به عنوان که کمک کنن، ولی من در واقع هم بعد بچه‌م مراقبت می‌کردم و مامان آلزایمریم. خیلی فشار روم بود. الان بیشتر نگران پسرم هستم، البته ازتون کمکم میخوام برای زندگی خودم، ولی الان نمیم چقدر باید وقتم تموم میشه، نمیم بذیر صحبت کنم که پسرم با توجه به این که خیلی پسر خوشفکر و خیلی خلاقه، ولی در این حال نمیخوام. آخه شما ببینیم، اولا من نگاهتون درباره کودکیتون رو قبول ندارم که 10 سال اول همه چیز خوب بود. بله. برای اینکه مادری که شما توصیف، شما اون موقع خواستید دنیا رو اینجوری ببینید، فرزند وسط بودید بین دو تا برادر، بعدم اینقدر بعدی خراب و بد بوده بعد از تصادف. بله. که اونجا برای شما میتونست بهشت باشه، برای اینکه مادری که الان توصیف میکنید کجا میتونست با پدر شما رابطه عاشقانه داشته باشه، مثلا عشقی در کار. بله. حالا اون که گذشته، الانم درگیری ها و مسائل رو متوجهش هستم. به من بعدم ببینید، از اصلا تو 7 سالگی چیزی به اسم عقل در کودک وجود نداره، خوش فکر باشه. بچه‌ها هوش دارن ولی عقلی نداره. حالا بیاین از اون بگذاریم. الان نگرانیتون در مورد پسرتون چیه؟ خیلی پرخاشگر آقای دکتر. البته نگفته نمون خودم هم خیلی آدم عصبی هستم، زود خشم، یعنی انقدر خشم دارم که انگار منتظر جرقم بریزم بیرون. پسرم متاسفانه عین خودم انگار، با اینکه میگم پسریه که آخه مثلا علاوز اینه که میگم خلاقه، ماشاءالله هر چیزی رو ببینه خودش با مقوا و کاغذ و نمیدونم چسب با قیچی درست میکنه. یعنی خب اون یه زمینه هنری است که در شما و خانواده به یک اعتبار هست، درست. ولی حرفایی که میزنید در خصوص پسرتون بوی استراب و افسردگیه، یعنی اینا بیشتر توی علامت افسردگی باشه. اوکی. و در خود شما هم من علائم خفیف منیک دیپرشن رو میبینم، یعنی دو قطبی رو. دلسته. یعنی شما برخی از اوقات اوجی میگیری تو خوشبین و مثبت و امیدواری، و از اوقات یه دفعه سرازیر میشی تو بدبین و منفی هستید. آیا دلسته. این حرف من رو تا حدودی تایید میکنی؟ بله، یه مدت هم دکتر رفتم، من دارو گرفتم، فلوکستین به هم میدادن برای 1 سال، بعد آلونتا به هم دادن 150 میلی میخوردم تا 2 سال. بعد الانم مشاور دارم، یعنی دکتر دارم، با هر هفته یه جلسه باشون صحبت میکنم که ایشون گفتن برای 6 ماه الان دیگه من دارو نمیخورم، گفتن از دید من دیگه نیازی نیست مثلا دارو بخوری، چون سطح انرژیم قبلا خیلی پایین بود، الان باز نرمال ترم حداقل رو پای خودم هم.
وقت اینا ولی تشخیصشون چیه؟ برای من تشخیصی که در امریکا دادن چیزی روی شما نگفتن، چیزی نگفتن. چون به نظر من اون زمینه دو قطبی رو دارید به اضافه بقیه موضوع ها. البته جنبه هنری و تخیلی و یه مقدار به یک اعتبار حساسیت هایی هم در یه زمین هایی، ولی فرزندتون میتونه با افسردگی همراه باشه چون علائم علائم افسردگی است. حالا رابطش با شما یا پدرش چگونه بوده؟ این اگر البته تولد زودرسش، وزن کمش، اینا هم موضوع و مسائلی هستن، ولی به من بگید تو یک سال اول با شما مسائل خیلی داشتید یا نداشتید؟ مشکل بزرگش تا یه سالگیش یکیش که کالیک روده داشت آقای دکتر، اونو که داشت. بعد مشکل اصلیش هم خوابش بود که فوق العاده خوابش سبک بود، به اندازه کافی میخوابید، یعنی وقت خوابش میخوابید ولی فوق العاده به نور. اگه من یه چراغ کوچیکی تو راه رو یه جایی روشن میکردم این مثلا بیدار میشد، یا اینکه خب آره دیگه، برای که اون مغز اصلا به خاطر نور بیدار میشه. ببینید عزیز، شما هم مشکل تغذیه رو داشتید، هم به هر حال مشکل خواب رو که وقتی هستن علائم اولیه افسردگی بچه هاست، وقتی در دوران یکی دو سال اولن و بعدم بودید. خب الان شما احتیاج به یه مقدار کمک دارید. به من بگید که فرزند شما به یک اعتبار حالا استراب و نگرانی یا ترسش از چه چیزهاییست، یعنی کجا فکر میکنید کمی غیر عادی با استراب همراهه اگر هست؟ وقتی داری چیزی رو درست میکنه مثلا اگه خراب بشه، مثلا لگو داره درست میکنه، خیلی شدید انقدر دستش رو میکوبه به دیوار و پاش رو میکوبه و که مثلا چرا اینا خراب شدن، از اون خیلی شاکیه. و اینکه مثلا موقع خواب که میشه میگم کم کم مثلا باید آماده شیم بریم بخوابیم، برای مسواک زدنش یک قشقرقی به پا میکنه که میخواد مسواک بزنه. نه مهم نیست، بکنید، یعنی ببینید به جنگ نکشیدش. آخرش اینه که این دندون ها مشکل دارن، خوشبختانه دندان پزشکی کمک میکنه، اونقدر هم معناش نیست. بعدم میشه راه های پیدا کرد، پاداشی براش گذاشت. ببینید شما اگر امنیتش و آرامش ازش بگیرید میتونید کاملا گیرش بیاندازید و گرفتارش کنید. سابقه ارسی هم دارید، از مادر بزرگوارتون گرفته. بعدم شما میدونید اشتباهتون در آوردن مادرتون بود که به بهانه نمیدونم اینکه کسی اینجا باشه من دست تنها نباشم، برای بزرگ کردن بچه که یه زن احتیاج به کسی دیگه نداره، مگر اینکه بخواد کار بکنه یا درس بخونه که اونم تازه جای گفتگو داره. به هر حال ببینید عزیز، شرایط یه ذره نامناسب هست. حالا رابطه فرزندتون با بچه های همسن و سالش چطوره؟ الان که مدرسه میره، الان کیندرگاردن مدرسه داره میره، معلمش که خیلی ازش راضیه، یعنی میگه اوکیه با همه بچه ها. ولی مثلا الان تو مجتمعی که هستیم با دو سه تا بچه ها، مثلا خیلی با هر کسی دوست نمیشه، مثلا هی میگه نه من دوست ندارم با این فلانی دوست بشم، دوست ندارم با اون دوست بشم، اینجوریه. خب همون گفتم شما زمینه استراب و افسردگی رو دارید عزیز، البته نه که الان دارو بخواد، ولی باید محیطش رو امن و امان کنید. رابطش با پدرش چطوره؟ با پدرش هم خوبه، یعنی خیلی دوست داره با پدرش تایم بگذرونه، بازی کنه، ولی خب پدرش خیلی ساعت تایم کمی رو خونه است، چون هفته صبح میره هفته شب میاد، اون به کنار. ولی خب اونم زمینه متاسفانه خشم و داره پدرش، یعنی به سری دوتامون متاسفانه با این بچه سری عصبانی میشیم. خب یه اون حق نداره، میدونید که هیچ پدر مادری حتی یک بار هم حق عصبان خشمگین میتونید بشید، احساس بدی بکنید، ولی قرار نیست به رفتاری تبدیل بشه. و خب کار هست، چون ببینید عصبانیت استراب رو در بچه وجود میاره، خشم و عصبانیت رو به صورت شدیدی پوچه بشه، ولی مهمترینش احساس درماندگی و بیچارگی است، چون نمیفهم چرا، یعنی هلپلسنسه و اون نوع عمیق سنگین دیپریشن رو به دنبال داره. بعدم به نظر من زمینه شو داره، شما نمیتونید از دستش خشمین عصبانی بشه. برای چی خشمین عصبانی میشه؟ مثلا فرض کنید مسواک نمیزنه، نزنه، حرف این است که مادر جون دلت میخواد بزن، نمیخواد نزن، برو. یعنی شما نمیتونید رو وادار بکنید و درگیری درست کنید، قبل از خواب یه جنگی را بندازید که تمام خوابش هم با مسئله همراه باشه. در شما به ظرفیت اون هم نگاه کنید، یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، یه مقدار بیماری های ارثی بهش دارید، تولد نامناسب رو داشته، مشکلات جهاز هاضمه رو داشته، مشکلات خواب رو داشته. خب مثل اینکه بچه است که مثلا دست و پاشو بریدن به شما دادن، حالا شما حرف این است که برو فوتبال بازی کن و بسکتبال بازی کن، با کدوم دست و پا؟ نکنید عزیز. شما میتونید خشمگین بشید، من همیشه گفتم مثلا میتونید اینقدر خشمگین بشید سوار ماشین بشید داد بزنید برگردید،
ولی با بچه که نمیشه عصبانی شد، اونم بچه تو این سن و سال. اینه که اگر اونو متوقف نکنید از دستش میدید، یعنی 14 سالگی اون وقت باید، نمیخوام اذیت کنم، یا تو زندان دنبالش بدوید یا تو اداره پلیس یا توی مراکز روانی و یا بدتر از اون متوقف کنید. شما همسرتون دست از بازی عصبانیت بردارید، ولی لطفا بدونید که ریشه های مسئله ذره جدیتره و آگاهیتون رو من میخوام عزیز. یعنی استراب و افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت اینا رو اولا باید باش آگاه بود و برخورد درستی باش داشت. در غیر این صورت 5 سال دیگه 10 سال دیگه بدجوری گرفتار میشه. دقیقا، بجنگش. منم برای بجنگش. نگران آره ازم به جنگ نگران نباشید. شما میتونید محیط و امن و امان کنید، یه چیزایی رو فقط از طریق پاداش، از طریق تشویق، مطلقا تنبیه کار نمی کنه. شما حق ندارید عصبانی بشید. همطور که فرض بفرمایید شما و همسرتون که الان عصبانی شید، اگر یه پلیس اونجا باشه یا توی مهمونی که خیلی رو در واسطه باشه، هرگز عصبانی نمیشید. پس دست خودتونه، نکنید. آدم ها خشمگین میشن به دلیل باورها و احساسات و زمینه های ذهنی که دارن، اما عصبانیت یه پروسس رفتاریه. ما خودمون رو عصبانی میکنیم، بنابراین عصبانی نکنید و لطفا سیدی خشم و عصبانیت من هم شما هم همسرتون حداقل این رو بشنویدش، و الا گیر میافتید بد جوری. فرزند تکم هست، مشکلات دیگه هم دارید، به هر حال توی محیط غریبه هم هستید، همه اینا دست به دست هم کار دستتون میده. حالا اگر خواستید موقع درباره خودتون هم بیاد با هم صحبت کنیم، ولی در خصوص فرزندتون اصلا برای من نه مهم درسش، نه مهم مسواک زدن دندونش، نه مهم خوراکش. برای من مهمترین مسئله امنیت و آرامشش. شما اونو به وجود بیارید، همه چیز هم در همه اون زمینه ها بهتر خواهد شد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. میتونم یه سوال کوچیک فقط بپرسم؟ متاسفانه باید برم عزیز. چی؟ یه دقیقه ای بفرمایید. بله، میخواستم ببینم مثلا پسرم باید جایی ببرم برای نه دلست. نه خودتون، نه شما، نه نه الان احتیاجی نیست، فعلا هنوز زوده، ولی شما دوتا رفتارتون عوض کنید ببینیم چه میشه. اوکی، به هر حال مواظب خواهش. خدا نگهدار.